سلام و شبتان بخیر. به خبر دست طلوع و طلوع نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبرها. خوشبینی رئیس جمهور آمریکا با برخی از تحولات در افغانستان. دونالد ترامپ میگوید که بعضی از کارهای خوب در افغانستان در حال اتفاق افتادن هستند. می خواهم از این جنگ های بی پایان بیرون شوم. من در این باره کمپاین کردم. ما از 19 سال به این سو در افغانستان هستیم. نگرانی ها از وجود تهدیدهای امنیتی در خواجه عمری. باشندگان ولسوالی خواجه عمری از تهدیدهای بلند امنیتی در برابر این ولسوالی نگران هستند. تهدیدی که متوجه ولسوالی خواجه عمری است از استقامت ولسوالی جغتی میدان وردک. کنسرت خیابانی برای کودکان کارگر در کابل. یک گروه هنری در کابل از بهر پشتیبانی از کودکان کارگر کنسرت خیابانی برگزار کرد. حکومت افغانستان و شخص جلالپور رئیس جمهور تعهد بسیار قوی را به خاطر تغییر وضعیت مثبت اطفال افغانستان را دارد. و رد حمله احتمالی آمریکا بر ایران در آینده نزدیک از سوی تهران. مشروع خبرها. رئیس جمهور آمریکا از کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان سخن میگوید. دونالد ترامپ میگوید که بعضی از کارهای خوب در افغانستان در حال اتفاق افتادن هستند، اما این کارهای خوب را روشن نمیسازد. در همین حال رنگین دادفر اسپنتا میگوید که طالبان خودشان را پیروز جنگ میدانند و خواهان امارت اسلامی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از 6 دور گفتگوهای رو در روی واشنگتن با طالبان در یک گفتگو با مجله تایم بیان که با گفتگوهای صلح افغانستان اشاره کند و یا روشنتر سخن بزند میگوید که چیزهای خوبی در افغانستان در حال اتفاق افتادن هستند. امیدوار هستم که خوشی دوستان بین المللی ما گری خورده باشه با خوشی افغانهای داخل افغانستان وقتی در پروسه صلح صحبت میکنیم. طالبان به عنوان یک نیروی پیروز خود تلقی میکنند و پیشنهاد طالبان، هیئت طالبان و ملا برادر که مسئول دفتر سیاسی آنهاست، مثلا در صحبت اخیر در مسکو که من شخصا در اینجا بودم، ای بود که بله، در امارت اسلامی افغانستان برای همه افغانها جای هست، برای خانم ها هم در چارچوب شریعت اسلامی. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر کانادا در کاخ سفید در پاسخ به این که آیا به جنگ با ایران تحریک می شود چنین می گوید. نه خیر، به هیچ وجه. در واقعیت در بسیاری از رویدادها موضوع مخالف آن بوده است. اما ببینید، من گفتم که می خواهم از این جنگ های بی پایان بیرون شوم. من در این باره کمپاین کردم. ما از 19 سال به این سو در افغانستان هستیم. همان گونه که می دانید، ما حضورمان را در افغانستان کاهش داده ایم. دونالد ترامپ درباره حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان از 16,000 تن به 9,000 کاهش یافته است و به زودی به 8,000 تن کاهش خواهد یافت. گروهی از سیاستگران کشور امروز به پاکستان رفتند. یک منبع به طلوع نیوز میگوید که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه، عبداللطیف پدرام نامزد انتخابات ریاست جمهوری و حامد گیلانی امروز به اسلام آباد رفتند. بر بنیاد یک گزارش دیلی تایمز پاکستان، در حدود 30 تن از چهره‌های سیاسی افغانستان برای یک گفتمان درباره صلح افغانستان با پاکستان دعوت شدند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید که به علت نبود زمان کافی از بهر انجام مشوره های لازم و آمادگی های سفر نمیتواند در این نشست شرکت نماید. این نشست پیش از سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد که هفته آینده انجام می شود فردا برگزار خواهد شد. از سوی دیگر منابع در دفتر سیاسی طالبان در قطر به طلوع نیوز گفتند که آنان به این نشست دعوت نشدند.
با گذشت 15 روز از پسگیری مرکز ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی از نزد طالبان، باشندگان این ولسوالی از تهدیدهای بلند امنیتی در برابر این ولسوالی نگران هستند. شماری از باشندگان ولسوالی خواجه عمری میگویند که برای از بین بردن این تهدیدها نیاز است تا عملیات گسترده تری در بخش های ناامن این ولسوالی راه اندازی شوند. ولسوالی خواجه عمری در 18 کیلومتری شهر غزنی در حدود 10 ماه به دست طالبان بود. 15 روز می شود که نیروهای امنیتی این ولسوالی را پس گرفتند. اینجا ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی است. ولسوالی که در حدود 9 ماه پیش طالبان برای ولسوالی حمله کردند و چنانچه شما در تصویر می بینید که در او حمله ساختمان ولسوالی کاملا ویران شده، در و پنجره حتی دیوارهای ساختمان فرو ریخته و کاغذهایی که در اینجا در گرد پیش است دیده میشه که همه به آتش کشیده شده و در اینجا حالا جز ویرانه هیچ چیزی به جا نمانده. بعضی اجناس و لوازماتی که در ولسوالی بودن قدی خود بردن. دقاله ها میمادن در مسجد ها میگفتن جای بیدین و ما را نان بیدین و کمپل بیدین و چای بیدین. بسیاری از بخش های ساختمان فرماندهی پلیس این ولسوالی نیز ویران شدند و تازه نیروهای امنیتی در اینجا جابجا شدند. ما اینایی که یا چهار طرف علمی تعمیرشان داده بودن و که وقتی که پا میدن که در بین ازیه طالبا بودن که یا میاد دولت یا را میگیره یا را انفجار دادن. در حمله طالبان به این ولسوالی بسیاری از خانواده ها از اینجا گریختند. وحیده میگوید که در سقوط خواجه عمری با خانواده‌اش به شهر غزنی رفتند. مردم آزادی خود از دست داده بود. حتی تا کلینیک یا شفاخانه ای که ما می آمدیم باید امرای یک محرم می آمدیم. مقام های محلی این ولایت میگویند که هنوز تهدیدها به گونه کامل برطرف نشدند. تهدیدی که متوجه ولسوالی خواجه عمری است از استقامت ولسوالی جغتی میدان وردک. در مکاتب مشکلات به وجود آمده، خاصتاً در بخش خوارا. در کنار خواجه عمری نیروهای امنیتی در کمتر از 20 روزی گذشته موفق به پسگیری ولسوالی دهیک غزنی نیز از دست طالبان شدند. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات را به ناتوانی در عملی کردن وعده هایش متهم می سازد. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات وعده سپرده بود آن کارمندان این کمیسیون که در انتخابات های گذشته به دست داشتن در فساد متهم شدند از کارهایشان برکنار خواهند شد، اما تا کنون این وعده عملی نشده است. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید که اعضای کمیسیون های انتخاباتی به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری وعده سپرده بودند که در ساختار کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات می آورند، اما تا اکنون این کار را نکردند. به زودترین فرصت اونمو اشخاص افرادی که اونا متهم هستن و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قبلی را به بحران کشیدن فورا از صفشان جدا کنه. اما کمیسیون تاکید کرده است که میکوشد آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات آینده بگیرد. از سوی دیگر شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان میگویند که بیش از 70 روز است که از حکومت، نهادهای عدلی و قضایی و نیز کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا به شکایت‌هایشان رسیدگی کنند. ریاست جمهوری په سومتری کې د خیمت باندې مشکیر جوړاله ده او دوی کوم اقدام نه ترسره کوي. د دې معنا دا ده چې دا نظام دا خلق عدالت وفادار نه دي. محکمه خاص برای بررسی اسناد ما جور شوه که متاسفانه وقت گذرانی شده. این نامزدان معترض می افزایند که به گونه های متفاوت برای به دست آوردن آنچه را که حقشان می دانند اعتراض کردند. جاده های منتهی به ارگ را بستند. حکومت غک کام چې تاسو خود زورواکان و مخالفین تاسو د پاره سه سخته را چې یو سو په جات للی وکیلان د پارلمان بیرون کوي. اگر دا 48 ساعت دیگه که اگر به خواستای ما پاسخ داده نشود، بر حلاوی ازی که ما پس اعتصاب میکنم، شخصا خودم که پس اعتصاب میکنم، یک خیمه د دان اینو ما میزنیم، یک خیمه د دان سفارت امریکا. ریاست جمهوری میگوید که بر بنیاد قانون خواست های نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان از حکومت قانونی نیست و برای این نامزدان معترض کار کرده نمیتواند.
یک گروه هنری در کابل از بهر پشتیبانی از کودکان کارگر کنسرت خیابانی برگزار کرد. اعضای این گروه میگویند که هدف از این کنسرت خیابانی جلب توجه بیشتر به کودکان کارگر و نیز همدردی با این کودکان است. آوازخوانی خیابانی برای پشتیبانی از کودکان کارگر، کودکانی که محرومیت های زندگی شادی را از چهره هایشان ربوده است. هر چقدر که از این اجرا پیسه جمع شود، ما او را به عنوان یک تحفه میتیم به کودکان کار و کودکانی که در این سن خرد دارند زحمت میکشند برای خرج خانواده خود. این کنسرت خیابانی که درد و محرومیت کودکان کارگر را فریاد میزند، شماری از باشندگان کابل را به تماشا کشانیده است. در افغانستان در حدود 1.9 میلیون از کودکان هستند که مصروف کار کردن است و در حدود 1.2 میلیون از اطفال، از این جمله البته کسایی هستند که مصروف کار شاقه هستند. در کل حکومت افغانستان و شخص جلال پناه رئیس جمهور تعهد بسیار قوی را به خاطر تغییر وضعیت مثبت اطفال افغانستان داره. هیچ نوع توجهی از طرف حکومت افغانستان صورت نگرفته و در کنار از این کمک‌های جهانی به خاطر پناه دادن به این اطفال با اکثریت نهادهایی که به خاطر اطفال کار میکنند در افغانستان خیلی زیاد بوده و حتی او هم نتونسته که جلا و زمی اطفال خیابانی و اطفالی که امروز زیر سن هستن و اونا دستفروشی میکنن، حتی با اونا نتونسته که یک کمک و همکاری را داشته باشه. کودکان بسیاری در افغانستان به علتهای ناداری و خشونتها افزون بر محرومیت از حق آموزش و پرورش به کارهای دشوار فیزیکی نیز مشغولند. کارهایی که بر بنیاد قوانین کشور و نیز قوانین بسیاری از کشورهای دیگر گماشتن کودکان به آنها منع شده است. خانواده نبی کوهبندی، کسی که در حدود یک هفته پیش از سوی نیروهای پلیس در یک عملیات کشته شد، میگوید که وزارت امور داخله نبی کوهبندی را به هیچ سند و گناه به قتل رسانیده است. مادر نبی کوهبندی میافزاید که نیروهای امنیتی فرزندش را در برابر چشمان اعضای خانواده اش به آن که درگیری صورت گرفته باشد به قتل رسانیده است. اما وزارت امور داخله نبی کوهبندی را یک جنایتکار خطرناک میگوید و میافزاید که کوهبندی پس از نیم ساعت درگیری با پلیس نخست زخمی و پس از آن در بیمارستان جان باخت. مادر نبی کوهبندی همراه با خواهرزاده اش به دفتر تلونیوز آمده است. او ادعا دارد نیروهای وزارت امور داخله در حدود یک هفته پیش به خانه او حمله کردند و نخواست کوهبندی را زخمی ساختند و با خود بردند. ای که درگیری میکرد، دو ساعت خون ریزی کرد، خود چرا یک دو تیشه نزد؟ اگر درگیر میشه قطیش، چرا خود یک دو تیشه نزد؟ ای خود دست خالی بود، در پیش بنده او، در پیش آب روان بود. پسر خاله نبی کوهبندی میگوید که کوهبندی در یک خانواده نادار زندگی میکرد که اکنون از او یک برادر کوچک و شش خواهر مانده است و نیروهای امنیتی همچون حراس افغانان کوهبندی را دادگاه صحرایی کردند. به این شکل گیر سرش انداخت کردن، فایت کردن دیگه، این همون یک قسم معلومه شد که محکمه صحرایی را دیگه سر اینمی آدم یا انجام دادن. اما وزارت امور داخله میگوید که نبی کوهبندی به دست داشتن در چندین رویدادهای جنایی متهم بود. کوهبندی به گفته وزارت امور داخله یک جنایتکار خطرناک بود. هنگامی که خودش گرفتار میشه، نیم ساعت مکمل با نیروی امنیتی مختصن پلیس درگیر میشه که به تعقیب از او پلیس مطابق قوانین همراهشان برخورد قانونی میکنه، خودش زخمی میشه که بعدن در شفاخانه جان میده. در حدود یک هفته پیش وزارت امور داخله گفت که نبی کوهبندی در یک عملیات ویژه هنگامی که با نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه کرد، در یکی از بخش‌های حوزه نهم امنیتی شهر کابل کشته شد. تا لحظات دیگر، برگزاری جشن همدلی برای نخستین بار در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل.
باز هم خوش آمدید. دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک کابل برای نخستین بار با رقص و پایکوبی در این دانشگاه جشن همدلی برگزار کردند. دختران و پسران دانشجو در دانشگاه پلی‌تکنیک با امکانات اندک دست داشتهشان در فضای دانشگاه موسیقی پخش کردند و برای خودشان غذا آماده کرده بودند. دانشجویان هر صنف در یک گوشی از باغ دانشگاه پلی‌تکنیک دور هم نشستند و به رقص و پایکوبی پرداختند. امروز از فضای صنف درسی خبری نیست. استاد و دانشجو روی یک فرش سرخ جشن همدلی برپا کردند. بال اول است که برگزار شده و شرایط بسیار با همی و دوستی و صمیمیت است. برایشان فرقی نمی کند که آهنگ از کجا و با چی زبانه باشد. به هر آهنگ شاد می رقصند. امروز موثره می تواند ضمن از اینکه تحصیلات خود ادامه می دهند و ضمن از اینکه می تواند درس بخوانند، یک برنامه واقعا متفاوت با اساتید خود، با همسنفا، با از طبقات مختلف می تواند یک همچنین برنامه را داشته باشند. در این گوشه باغ دانشگاه دانشجویان در حال پختن کباب هستند و دختران نیز در آشپزی سهم گرفتند. ما خوش هستیم به خاطر از اینکه بعضی مرزا رو پیش کنانیم و بیاییم در همچین محافل اشتراک کنیم. نظر به آنچه که محیط دانشگاه ایجاب میکنه و فضای خود افغانستان ایجاب میکنه، دخترای دانشجو فقط در آشپزی سهم میگیرن و فقط و دیگه ای که اینا نقش یک تماشاچی رو بازی میکنن در این محیط. اما چی سبب شد که استادان دانشگاه پلی‌تکنیک برای دانشجویانشان چنین جشن را برگزار کنند؟ پانتونا نه تنها مراکز درس، تحصیل و بحث‌های اکادمیک است، بلکه شریک ساختن فرهنگ ها، شریک ساختن رسم و رسوم و عنانات است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی نیز به این جشن آمده است. حمایت میکنیم که برنامه ها به شکل دوامدار و مستمر بین محصلین اما وحدت و همدلی و همدیگر پذیری را روحیش تقویه میکنیم. از ایجاد دانشگاه پلی‌تکنیک بیش از 50 سال می گذرد و یک از نهادهای معتبر علمی مهندسی در کشور شناخته می شود. تا لحظات دیگر. افزایش 25% صادرات کشور به کانادا در سال گذشته. ادامه خبر ده خوش آمدید. بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، صادرات کشور به کانادا در سال 2018 میلادی با افزایش 25% همراه بوده است. سخنگوی این وزارت میگوید که ساخته های دستی به ویژه قالین و میوه های خشک از فرآورده هایی اند که در سال گذشته میلادی به اندازه زیاد به کانادا صادر شدند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید که در سال 2018 میلادی صادرات افغانستان به کانادا با افزایش 25% به حدود 4 میلیون دلار رسیده است. ما کتش تجارتی را در کانادا قوی تر ساختیم و کتش تجارتی تازه معرفی شد و کتش تجارتی خوشبختانه توانست که با سکتور خصوصی هماهنگی ایجاد بکنه. مشکلات چالش هایی که داشتند در بخش های مختلف از بخش ترانسپورت و بخش تکنولوژی و دیگر بخش ها یکی پس از دیگری آیست آیسته حل شد. از سوی هم یک کارشناس امور اقتصادی میگوید که علاقه‌مندی به فراورده های داخلی در بازارهای امریکا و اروپا بسیار زیاد است و حکومت باید زمینه های بهتر صادرات را به این بازارها فراهم سازد. مارکت های امریکایی به خصوص کانادا یک مارکت بسیار خوب است. ما در گذشته ها داد و ستد خوب داشتیم با آنها، مبادلات خوب داشتیم. بنان ظرفیت بالقوه است که اگر توجه شود به بالفعل تبدیل شود، این میتونه که مزیت های بیشمار به مردم افغانستان و به دولت ما رقم بزنه. پیش از این آمارها به نقل از نهادهای احصایی کانادا به نشر رسیدند که در سال 2018 میلادی صادرات کشور به کانادا به حدود 3,800,000 دلار رسیده بود، در حالی که این رقم در سال 2017 میلادی در حدود 3 میلیون دلار بوده است.
هجوم ملخ بر کشتزارها در ولسوالی های جنوبی هلمند کشاورزان این ولسوالی ها را نگران ساخته است. شماری از کشاورزان ولسوالی های دیشو و خانشین هلمند می گویند که هجوم روزافزون ملخ ها از ایران به این ولسوالی ها سبب خواهند شد که کشتزارهایشان نابود شوند. مسئولان محلی هلمند هجوم ملخ ها را در برخی از کشتزارها در شماری از ولسوالی های جنوبی این ولایت می پذیرند، اما می گویند که برای جلوگیری از این آفت برنامه های را روی دست دارند. تا لحظات دیگر. بزرگداشت از روز جهانی یوگا در بسیاری از کشورهای جهان. باز هم خوش آمدید. تهران حمله نظامی آمریکا را در آینده نزدیک بر ایران رد می‌کند. پیش از این خبرگزاری رویترز گفته بود که آمریکا درباره انجام یک حمله نظامی از طریق عمان به ایران هشدار داده است. از سوی هم ایران با پخش تصویرهای از لاشه یک هواپیمای بسرنشین آمریکا می‌گوید که این هواپیما حریم فضای ایران را نقض کرده بود. هرچند خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق عمان درباره یک حمله قریب الوقوع بر ایران هشدار داده است، اما ایران حمله احتمالی بر این کشور را رد می کند. پیش از این برخی از رسانه های دیگر نیز از تصمیم ترامپ برای حمله بر ایران گزارش دادند، اما به گزارش نیویورک تایمز ترامپ از این تصمیمش دست کشیده است. با این همه برخی از نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا اقدام نظامی این کشور را بر ایران یک کار سنجیده نمی‌دانند. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که شرایط و تنش‌ها را تشدید نبخشیم. ما باید با متحدانمان به گونه‌ای کامل هماهنگ باشیم. از سوی دیگر سپاه پاسداران ایران تصاویری از لاشه هواپیمای بی سرنشین آمریکا را به نمایش گذاشته است و می گوید که این ثبوت برای نقض حریم فضایی ایران از سوی آمریکا است. به این هواپیما در دو مرحله و چندین بار اخطار داده شده بود. شهروندان ایران نیز سرنگون ساختن هواپیمای بی سرنشین آمریکا را می ستایند. ما کوتاه نخواهیم آمد. این رو به شما بگم. ای دولت مردان آمریکا، بدانید. از سوی دیگر سازمان فدرال هوانوردی آمریکا میگوید که پس از این پروازهای هواپیماهای مسافربری آمریکا بر فراز آبهای تنگه هرمز و خلیج فارس ایران ممنوع شده است. از روز جهانی یوگا در بسیاری از کشورهای جهان بزرگداشت شد. نریندرا مودی نخست وزیر هند و شماری از دیپلمات‌های کشورهای گوناگون در شهر دهلی نو از روز جهانی یوگا بزرگداشت کردند. اون دنگ سے بہت بڑھیا ایکس شریر کو آگے لے جائے چھاتی اور پھٹی ہتھیلیوں کو جوڑیے نمسکار مدرا میں. سپاسگزار همراهیتان به خبرهای این ساعت در طلوع. شبتان بخیر. خدا نگهدار. و سرخط خبرها در طلوع نیوز. خوشبینی رئیس جمهور آمریکا و برخی از تحولات در افغانستان. نگرانی ها از وجود تهدیدهای امنیتی در خواجه عمری. کنسرت خیابانی برای کودکان کارگر در کابل و رد حمله احتمالی آمریکا بر ایران در آینده نزدیک از سوی تهران. با تازگی یک وبسایت ویژه برای کودکان ایجاد شده است که همه موضوعهای مربوط به کودکان را پوشش می‌دهد. مدیر مسئول وبسایت کودک خبر می‌گوید که از چگونگی برخورد با کودکان تا آموزش روانشناسی و پخش دیدگاه‌های کودکان و خبرهای درباره کودکان در این وبسایت نوشته می‌شوند. او می‌افزاید که مخاطب این نوشته‌ها بیشتر خانواده‌ها و کسانی هستند که بر کودکان تصمیم می‌گیرند و کار و فعالیتشان برای کودکان اثرگذارند. کودک خبر، صدای بلند کودکان، وبسایتی که 6 ماه پیش در کابل ایجاد شد و برای کودکان می نویسد.
تاکنون از چگونگی برخورد با کودکان، آموزش‌های روانشناسی، آموزش روش زندگی و یادگیری کودکان در این وبسایت نوشته شده است. نوشته هایی که به باور ظفرشاه رویی، مدیر مسئول وبسایت کودک خبر، مخاطب آنها خانواده ها و کسان هستند که درباره کودکان تصمیم می گیرند. هر آنچه که راجع به کودک باشه ما با در حد توان می پردازیم از این مسئله. و این که مخاطب ما بیشتر کودکان است، مخاطب ما کلان است، خانواده است، مسئولین است، کسایی که راجع به کودک ها تصمیم می گیرند، کسایی که مثلا برخوردشان تأثیر گذار است بالای کودک و مخاطب ما اوناست. وبسایت کودک خبر از سوی گروه کوچکی که پیش از این کارهای خبرنگاری داشتند ایجاد شده است، اما کسان همچون استادان دانشگاه مطالب حقوقی و روانشناسی را برای این وبسایت می نویسند. ما زیادتر مسئله رو پوشش می دهیم که بر زندگی و نحوه چگونگی زندگی کودک ها اثرگذار است، مثلا اقتصاد، مثلا سیاست، روانشناسی و روانکاوی، تربیه و آموزش پرورش، اینا رو زیادتر مورد پوشش قرار میدیم. اسماعیل دانش آموز صنف 11 مکتب غلام حیدرخان است. این نوجوان میگوید که بسیاری مسائل مهم رفتاری نه تنها از سوی خانواده ها بل در مکتب نیز با آنان آموزش داده نمی شود. بعض وقتا در صنف ساعت اگر یک درس ما خلاص میشه یک 5 دقیقه که درس ما میمونه درباره این موضوعات همراه ما گپ میزنن که ما باید در بیرون چی کار کنیم، چون اگر یک کودک در خشونت قرار میگیرد، اگر لط میخورد، اگر کسی که استادش میکنند در بیرون، ما باید چی کارهای را کنیم. پیش از این وبسایت گهواره، وبسایت ویژه دیگری برای غنامندی ادبیات کودک در کشور ایجاد شده بود. هرچند مخاطب این وبسایت ها خانواده ها هستند، اما به علت بیسوادی شمار از مادران و پدران، کودکان و نوجوانان با داشتن یک گوشی هوشمند و اینترنت می توانند به این وبسایت ها سر بزنند و از اطلاعات آنها سود ببرند. رئیس نگهداری از محیط زیست ولایت بلخ میگوید ده ها حمام و نیز فروشگاه های زغال سنگ در مزار شریف به گونه غیر معیاری فعالیت دارند که محیط زیست را با خطر جدی روبرو ساختند. و این میگوید از میان بیش از 70 حمام در شهر مزار شریف تنها چند حمام معدود جواز فعالیت دارند. در همین حال شماری از باشندگان بلخ از آلودگی محیط زیست در این ولایت نگران هستند. افزایش واسطه های نقلیه کهنه، استفاده از نفت های کم کیفیت، فعالیت فروشگاه های زغال سنگ و کارگری زغال سنگ و پلاستیک همچون مواد سوخت در حمام ها از علت هایی هستند که محیط زیست را در ولایت بلخ با چالش جدی روبرو ساختند. ما میبینیم که خیلی موتورایی هستند، بسیار وسایل نقلی هستند که امی مدت زمان استفادهشون پوره شده اما مردم باز هم از استفاده میکنن و با وجود از این از مواد نفتی بیکیفیت استفاده میکنن. از هر نوع وسایلی مثلا چی مثلا تایر باشه، چی مثلا دیگه چیزی باشه از او استفاده میکنن که هم باعث آلودگی هوا میشه. مثلا مواد نفتی که دوجا بعضی موادی که استفاده میکنن در حمام ها مثلا او هم میشه که باعث آلودگی هوا در شهر شده. چیزی هست که خودم با چشم دید میبینیم همه روزه با او مشکل روبروستیم. شمار از باشندگان بلخ از مردم نیز میخواهند که از بهر پاک نگه داشتن محیط زیستشان بی پروایی نکنند. هر افغان ده مسئولیت لري چی خپل محیط یعنی دسی خپل کور غوندی وساتو، صفای وساتو چې آرام ژوند لرو، صفا ژوند ولرو. دا چې موږ ته روزانه وینو په سلګون از موږ افغانان ورونه مثلا دغه محیط زیست د آلودگی نه مثلا رنج وړي، یعنی مریض زیاتره مریضان د شفخانو ته ځي. از آب آشامیدنی استفاده میکنن، بوتل هایش در روی سرک ها مندازن و در جویبار ها مندازن و همچنان هضم پاپر ها و بسکیت ها که استفاده میکنن پلاستیک هاشون در روی شار مندازن و این باعث این میشه که محیط زیست آلوده شوند. اینجا در مزار شریف نیز شماری از باشندگان بلخ و کارمندان دولتی گرد آمدند و از هفته محیط زیست در حال گرامی داشت میکنند که رئیس محیط زیست ولایت بلخ میگوید ده ها حمام و کارخانه های تولیدی و گونه غیر معیاری در این ولایت فعالیت دارند که محیط زیست را آلوده میسازند. ما بیش از 2 حمام ما جواز محیط زیستی داریم، متباقی حمامایی که در اینجا فعالیت میکنه اکثریت غیر قانونی است و در همین و لحظه هم ما یک کمیسیون توظیف است سر بررسی حمام ها کار جریان داره و امیدوار هستم که بیش از تقریبا 30% از حمام ها باید تخریب شود، جلویش گرفته شود و حمامایی را که با میهار محیط زیستی عیار نکنه ما برای مسدود شدنش اقدام میکنیم.
یک مقام اداره ملی نگهداری محیط زیست نیز مشکلات در راستای محیط زیست را این گونه فشرده می سازد. رشد نفوس، تجمع نفوس از محلات دوردست به داخل شهرها یک چالش دیگه است. رشد غیر پلانی شهرهای ما، شما که یک شهر را شاید ما پیدا کرده نتونیم که او مطابق به پلان و مسار پلان شهر رشد کرده باشه. نبود سیستم کانالیزاسیون در مزار شریف سبب شده است که تمامی فاضلاب هایی که از ناحیه های گوناگون این شهر سرازیر می شود مجرای بیرون رفت نداشته باشد و سبب افزایش کثافات می شود. باشندگان حوزه جنوب غرب از وجود مشکلات فراوان در روند گرفتن ویزه های ایران شکایت می کنند. آنان می گویند که از چندی به این سو گرفتن ویزه های ایران از کنسولگری ایران در کندهار دشوارتر شده است. در همین حال سفیر ایران در کابل در گفتگو با طلوع نیوز می گوید که در هر ماه برای 1600 افغان از کنسولگری ایران در تهران ویزه صادر می شود. او وعده می سپارد که سهولت های بیشتر را در این روند ایجاد خواهد کرد. سبحان الله باشنده غزنی است. میگوید که برای گرفتن ویزا از کنسولگری ایران در کندهار آمده است. با گفته او از چندین روز به این سو انتظار گرفتن ویزا را میکشد، اما تا کنون موفق نشده است. مشکل داده از زور اغلا یندل تا لپرون را چی در توسته گرز اما مارتل دیما وایی قدرت که نکی ایزی وایی ویزا و ما تراکی لس واری والا لما در سفارت تا لس واری را ویستم دیبانی وای داوی سیستم تا واری سویده زمینی ویزا ندارد لگی. ما و توز کسان در کزو پا در زمینی ویزی و در قدرت ندارم. در همین حال شماره دیگر از درخواست کنندگان ویزه های ایران در کندهار میگویند که در هنگام گرفتن ویزه های ایران با دشواری های زیاد روبرو هستند. موش موایی ویزو تا ضرورت نلرو. موش گر کاروبار چی دی پر زمینی زو. بیام در اوایی بلیت پیسی باید ورکو. پیسی را ساخی اما موش گر دغاسی زو. داده بلیت پیسی مفتی را ساخی. اما سفیر ایران در کابل در گفتگو با طلوع نیوز میگوید که هر هفته در حدود 1600 ویزه برای افغانان در کندهار صادر میشوند و تنها در سال گذشته 421 هزار تن ویزه های ایران را دریافت کردند. میزان ویزای صادره ما در کندهار در هفته حدود 1600 تاست و در هفته تنها یک پرواز بین قندهار و ایران وجود داره که فکر میکنم حدود 100 نفر یا 70 نفر هم چیزی حالا با چند تا کم و زیادش ظرفیت داره. خیلی تفاوت وجود داره بین ویزای صادره و یک پروازی که وجود داره. بنابراین به نظرم میاد که یک مقدار این بحثی که جناب علی مطرح میفرمایین نیاز به بررسی بیشتر داره. باز اجازه میخوام این نکته رو اینجا مطرح بکنم. ما در سال گذشته در سال 1397 هجری شمسی در تمام افغانستان 421 هزار ویزا صادر کردیم. هرچند بیش از 421 هزار تن ویزه های ایران را در سال گذشته به دست آوردند، اما با این هم دیده می شود که یک شمار بزرگ از افغانان از راه های غیر قانونی وارد ایران می شوند. شماری از رانندگان در شاهراه کابل شمال کشور از ویران بودن بیش از حد این شاهراه به ویژه جاده سالنگ شکایت دارند. این رانندگان میگویند که در حال حاضر فاصله زمانی رفت آمد شاهراه شمال به 4 برابر افزایش یافته است. آنان میگویند که بیشترین بخش های جاده سالنگ تخریب شده است و آنان با دشواری های زیادی در این بخش روبرو اند. شاهراه سالنگ، راهی که به مسابقه شاهرگ کشور پنداشته می شود و روزانه هزارها موتر خرد و بزرگ روی آن رفت و آمد می کند. این شاهراه که از سالها ویران و دوباره بازسازی می شود. خیلی خوب بدر خاک است، دیگر بدر چی حالاتی بدر رو بدر این راه خراب دیگه بدر یک تر چی قدر قیمت داره بدر یک میرم می کنید دام یک تر پانچر می شود بدر در 15000 کیلو نمیاری 15000 بدر اکتایر میخریم. سوارکاری میکنه دو روز بعد بازی جر میشه. هاو میان سرازی سرک پاس خراب میشه. تا که اورا و سالنگ انا کشه. این مشکلات رفع نمیشه. مسافرانی که میخواهند از این شهر رفت و آمد کنند تمام روز را باید در مسیر پرخم و پیش گذرگاه سالنگ سپری کنند. سالنگ که در کچال آره دیگر را ستڑیا دی مونتا دوسم کاتار والار دا دارو جاو گورا دا تکلیف گورا دا برانده بشندی که مونتا دیر تکلیف دا لگنا. هرچند مسئولان همواره از بازسازی این جاده سخن گفتند، اما تا هنوز کار اساسی برای بازسازی این شهر را آغاز نشده است. تا
در ترمیم داخل تونل و گلوبیا شروع میکنیم که امکان داره بخیر تا یک ماه آینده شهرهای سالنگ یولت را که شما دیدین بخیر تغییر کنه، یک حالت بیا که به صورت نرمال تمام مسافرین و تمام موتورهای باربری از اینجا عبور مرور کنند. شمار از باشندگان شمال کشور میگویند که پیش از این بارها از برنامه ریزی ها برای بازسازی سالنگ گفته شده است، اما با گذشت چند سال این برنامه عملی نشده و نیز هیچ راه بدیلی در این بخش جستجو نشده است. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات را به ناتوانی در عملی کردن وعده هایش متهم می سازد. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات وعده سپرده بود آن کارمندان این کمیسیون که در انتخابات های گذشته به دست داشتن در فساد متهم شدند از کارهایشان برکنار خواهند شد، اما تا کنون این وعده عملی نشده است. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید که اعضای کمیسیون های انتخاباتی به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری وعده سپرده بودند که در ساختار کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات می آورند، اما تا اکنون این کار را نکردند. به زودترین فرصت اونمو اشخاص افرادی که اونا متهم هستند و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قبلی را به بحران کشیدن فورا از صفشان جدا کنه. اما کمیسیون تاکید کرده است که میکوشد آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات آینده بگیرد. از سوی دیگر شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان میگویند که بیش از 70 روز است که از حکومت، نهادهای عدلی و قضایی و نیز کمیسیونهای انتخاباتی خواستند تا به شکایتهایشان رسیدگی کنند. ریاست جمهوری په سومیتری کې د خیمت ونیمې میاشتې کېږي چې ولاړه ده او دوی کوم اقدام نه ترسره کوي. د دې معنا دا ده چې دا نظام دا خلک عدالت ته وفادار نه دي. محکمه خاص برای بررسی اسناد ما جور شوه که متاسفانه وخت گذرانی شده ره. این نامزدان معترض می افزایند که به گونه های متفاوت برای به دست آوردن آنچه را که حقشان می دانند اعتراض کردند. جاده های منتهی به ارگ را بستند. حکومت غک کام چې تاسو خود زورواکان و مخالفینی تاسو د پاره سه سخته ده چې یو سو په جات للی وکیلان د پارلمان نه بیرون کوي. اگر دا 48 ساعت دیگه که اگر به خواستای ما پاسخ داده نشود، بر علاوه از اینکه ما پس اعتصاب میکنم، شخصا خودم که پس اعتصاب میکنم، یک خیمه د دان اینو ما میزنیم، یک خیمه د دان سفارت امریکا. ریاست جمهوری میگوید که بر بنیاد قانون خواست های نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان از حکومت قانونی نیست و برای این نامزدان معترض کار کرده نمیتواند. یک جوان دانش آموخته در مزار شریف به علت بیکاری آیس کریم میفروشد. این جوان که در بخش های حقوق و علوم سیاسی و نیز پرستاری گواهی نامه دارد میگوید بارها برای کار به نهادهای دولتی مراجعه کرده است، اما به کار جذب نشده است. وی بیکار ماندن جوانان دانش آموخته را برای حکومت مایه ننگ میداند و میگوید که از یک سال بدین سو به علت نداشتن هزینه برق خانه اش قطع است. عبدالغفور شیوا 37 ساله در سال 1380 خورشیدی در بخش پرستاری و پس از آن در سال 1394 خورشیدی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی گواهی نامه اش را گرفت. میگوید پس از آموزش بارها به نهادهای دولتی برای پیدا کردن کار مراجعه کرده، اما کار نیافته است. زیاد در دفاتر دولتی مراجعه کردیم اما پذیرفته نشده بودم. این مشکل تنها از من نیست، این درده که ما وقت انعکاس دادیم درد تمام جامعه افغانستان است. عبدالغفور در ناحیه ششم شهر مزار شریف زندگی می کند. 6 فرزند دارد. در 2 اتاق 4 و 5 متره بود و باش دارد. او برای روشنایی خانهش از برق آفتابی استفاده می کند. ما از پول برق به مدت 7 سالی که بیکار بودم باقی شدم و ناعدالتی های هم که در برق وجود داره شما میفهمین که در کابل 1 کیلووات برق 2 افغانی یا 2.5 افغانی و در مزار 6 افغانی. ای باعث شد که من از پول برق تقریبا 80,000 افغانی باقی باشم و برق من مدت 1 سال است که قطع است. عبدالغفور شیوا زمانی در این محل برای باشندگان اینجا خدمات بهداشتی انجام میداده است، اما از 4 سال بدین سو درب اینجا بسته شده است. علت آن هم مراجعه نکردن مردم گفته می شود.
باشندگان بلخ میگویند که عبدالغفور از جمله سرها جوان دانش آموخته است که به علت جذب نشدن در نهادهای دولتی ناگزیر شده است که برای تامین هزینه زندگیش و کارهای شاق رو آورد. یک اولاد غریب چند سال 12 سال مکتب میخونه، بعد از 12 سال 6 سال دیگه یا 4 سال دیگه پوانتون میخونه. باز ببینین او یا کراچیوانی میکنه یا زرنجی میکنه یا مردکاری میکنه. نصف جوانای ما که تحصیل کرده خارج از وطن سردپا در کشتی و دیگه غرق شده رفته است، نصفش هم به اینجا بی سر نیست. بیکاری برای جوانان دانش آموخته در کشور به یک موزل کلان اجتماعی مبدل شده است. حالا مردم میگویند که اگر برای حل این مشکل راهکاری جستجو نشود، بیشتر از جوانان با سرنوشت ناروشنی روبرو خواهند شد. یک گروه هنری در کابل از بهر پشتیبانی از کودکان کارگر کنسرت خیابانی برگزار کرد. اعضای این گروه میگویند که هدف از این کنسرت خیابانی جلب توجه بیشتر به کودکان کارگر و نیز همدردی با این کودکان است. آوازخوانی خیابانی برای پشتیبانی از کودکان کارگر، کودکانی که محرومیت های زندگی شادی را از چهره هایشان ربوده است. هر چقدر که از این اجرا پیسه جمع شود، ما او را به عنوان یک تحفه میتیم به کودکان کار و کودکانی که در این سن خرد دارند زحمت میکشند برای خرج خانواده خود. این کنسرت خیابانی که درد و محرومیت کودکان کارگر را فریاد میزند، شماری از باشندگان کابل را به تماشا کشانیده است. در افغانستان در حدود 1.9 میلیون از کودکان هستند که مصروف کار کردن است و در حدود 1.2 میلیون از اطفال از این جمله البته کسایی هستند که مصروف کار شاقه هستند. در کل حکومت افغانستان و شخص جلالتمآب رئیس جمهور تعهد بسیار قوی را به خاطر تغییر وضعیت مثبت اطفال افغانستان داره. هیچ نوع توجهی از آن حکومت افغانستان صورت نگرفته و در کنار از این کمک های جهانی به خاطر پناه دادن به این اطفال با اکثریت نهادهایی که به خاطر اطفال کار میکنند در افغانستان خیلی زیاد بوده و حتی او هم نتونسته که جلا و زمی اطفال خیابانی و اطفال که امروز زیر سن هستن و اونا دستفروشی میکنن، حتی با اونا نتونسته که یک کمک و همکاری را داشته باشه. کودکان بسیاری در افغانستان به علتهای ناداری و خشونتها افزون بر محرومیت از حق آموزش و پرورش به کارهای دشوار فیزیکی نیز مشغولند. کارهایی که بر بنیاد قوانین کشور و نیز قوانین بسیاری از کشورهای دیگر گماشتن کودکان به آنها منع شده است. رئیس نگهداری از محیط زیست ولایت بلخ میگوید ده ها حمام و نیز فروشگاه های زغال سنگ در مزار شریف به گونه غیر معیاری فعالیت دارند که محیط زیست را با خطر جدی روبرو ساختند. وی میگوید از میان بیش از 70 حمام در شهر مزار شریف تنها چند حمام معدود جواز فعالیت دارند. در همین حال شماری از باشندگان بلخ از آلودگی محیط زیست در این ولایت نگران هستند. با نشر این گزارش بیننده چند خبر ورزشی باشید. شبتان بخیر. خدا نگهدار. افزایش واسطه های نقلیه کهنه، استفاده از نفت های کم کیفیت، فعالیت فروشگاه های زغال سنگ و کارگری زغال سنگ و پلاستیک همچون مواد سوخت در حمام ها از علت های هستند که محیط زیست را در ولایت بلخ با چالش جدی روبرو ساختند. ما میبینیم که خیلی موترهایی هستند، بسیار وسایل نقلیه هستند که امی مدت زمان استفادهشان پوره شده اما مردم باز هم از استفاده میکنند و با وجود از این از مواد نفتی بیکیفیت استفاده میکنند. از هر نوع وسایلی مثلا چی مثلا تایر باشه چی مثلا دیگه چیزی باشه از او استفاده میکنند که هم باعث آلودگی هوا میشه. مثلا مواد نفتی که دوجا بعضی موادی که استفاده میکنند در حمام ها مثلا او هم میشه که باعث آلودگی هوا در شهر شده. چیزی هست که خودم با چشم دید میبینیم همه روزه با او مشکل رو بروستیم. شمار از باشندگان بلخ از مردم نیز میخواهند که از بهر پاک نگه داشتن محیط زیستشان بی پروایی نکنند. هر افغان ده مسئولیت لری چی
خپل موهیت یعنی د خپل کور غوندې وساتو صفای وساتو چې آرام ژوند لرو صفای ژوند ولرو دا چې موږ ته روزانه وینو په سلګون از موږ افغانان ورونه مثلا دغه موهیت زیس د الودګی نه مثلا رنج جوړي یعنی مریض زیاتره مریضان چې شفخانو ته ځي از آب آشامیدن استفاده میکنن بوتل هایش در روی سرک ها مندازن و در جویبار ها مندازن و همچنان از می پاپر ها و بسکیت های که استفاده میکنن پلاستیک هایش در روی شار مندازن و این باعث این میشه که محیط زیست آلوده شوند. اینجا در مزار شریف نیز شماری از باشندگان بلخ و کارمندان دولتی گرد آمدند و از هفته محیط زیست در حال گرامی داشت میکنند که رئیس محیط زیست ولایت بلخ میگوید ده ها حمام و کارخانه های تولیدی و گونه غیر معیاری در این ولایت فعالیت دارند که محیط زیست را آلوده میسازند. ما بیش از دو حمام ما جواز محیط زیستی داریم، متباقی حمام هایی که در اینجا فعالیت میکنند اکثریت غیر قانونی است و در همین لحظه هم ما یک کمیسیون توظیف است سری بررسی حمام ها کار جریان داره. امیدوار هستم که بیش از تقریبا 30% از حمام ها باید تخریب شود و جلویش گرفته شود و حمام هایی را که با معیار محیط زیستی عیار نکنه ما برای مسدود شدنش اقدام میکنیم. یک مقام اداره ملی نگهداری محیط زیست نیز مشکلات در راستای محیط زیست را این گونه فشرده می سازد. رشد نفوذ، تجمع نفوذ از محلات دوردست به داخل شهرها یک چالش دیگه است. رشد غیر پلانی شهرهای ما شما که یک شهر شاید ما پیدا کرده نتانیم که او مطابق به پلان و مسار پلان شهر رشد کرده باشد. نبود سیستم کانالیزاسیون در مزار شریف سبب شده است که تمامی فاضلاب هایی که از ناحیه های گوناگون این شهر سرازیر می شود مجرای بیرون رفت نداشته باشد و سبب افزایش کثافات می شود. ملی پوشان فوتسال کشور فردا رس ساعت 6:30 شام به وقت کابل در فرجامین دیدار رقابت های قهرمانی آسیا در ورزشگاه پورشریفی تبریز ایران برابر تیم ژاپن به میدان می رود. خبر خوشی که می تانیم به تیمی است که بازیکن شماره 9 علی جعفری هم در مسابقه فاینال انشاءالله آمادگی لازمه داره و مسابقه خواهد رسید. تیم ملی فوتسال زیر 20 ساله های کشور تحت هدایت عبدالرزاق ممرک مربی افغان که از سال 2013 به این سو مسئولیت مربیگری را در تیم های ملی فوتسال کشور به عهده دارد تا حال توانسته در رقابت های قهرمانی آسیا 15 بار دروازه حریفان را باز کند که سید حسین مستوی با 6 بار باز کردن دروازه حریفان آقای گول این پیکارها است. میشالله در فینال بهتر از بازی نیمه نهایی عملکرد بهتر داریم و انشاءالله به امید خدا قهرمانی. در این پیکارها ترکیب تیم ملی فوتسال زیر 20 ساله های کشور را 4 بازیکن از کابل، 3 بازیکن از هرات، 1 بازیکن از کندز و همچنان 7 بازیکن مهاجرین افغان مقیم ایران تشکیل می دهد. از دعای خیرتان ما را فراموش نکنید که انشاءالله در فینال هم انشاءالله دست پر برگردیم به افغانستان. زنده باد افغانستان. خواست ما از تمام ملت افغانستان ایست که مایی بچه ها رو تنها نگذاریم. افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا با 3 پیروزی برابر هنگ کنگ، تایلند و اندونزیا و شکست برابر ایران توانست جواز حضور در فرجامین دیدار را به دست بیاورد. در این دیدار نخست بازی در بخش توپزنی کرکت بازان استرالیا آغاز کردند و توانستند که در 50 اوور بازی با از دست دادن 5 بازیکن 381 دوش را به سوی تیم خود انجام دهند که در بخش توپزنی برای ملی پوشان مدافی عنوان قهرمانی دیوید وارنر خوب درخشید و توانست 166 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای ملی پوشان بنگلادش سومیا سرکار خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل کرکت بازان بنگلادش بازی را در بخش توپزنی خوب آغاز نکردند و نتوانستند که هدف داده شده حریف را برآورده سازد و بازی را با تفاوت 48 دوش به این تیم واگذار کرد که در بخش توپزنی برای ملی پوشان بنگلادش مشفق الرحیم خوب درخشید و توانست 102 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای ملی پوشان استرالیا میچل استارک خوب درخشید و توانست 2 بازیکن حریف را در بدل از دست دادن کمترین دوش از میدان بازی
سیاسی بیرون نماید. در پایان این دیدار دیوید وارنر از تیم استرالیا با درخشش در بخش توپزنی از سوی کادر فنی برگزاری رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.